در جریان انتخابات آمریکا کاندیداها و رسانه‌ها از جناح‌های مختلف نظرات گاه بسیار متفاوتی در مورد میراث اقتصادی دولت آقای اوباما دارند، طوری که انسان نمی‌داند کدام رو باور کند. خواستم از آقای دکتر بپرسم آیا به نظر شما دولت اوباما صرفاً از نظر اقتصادی دولت موفقی بوده است؟ دولت ایشان از نظر اقتصادی در مقایسه با رؤسای جمهور قبلی آمریکا چگونه است؟ به نظر شما موفق ترین رئیس جمهوری آمریکا در 30 سال گذشته از نظر اقتصادی کیست؟ بسیار ممنونم. همیشه سلامت باشید. فرهاد. آقای دکتر. خواهش می‌کنم قربان. سوال یکی بود. من منتظر طرف سوال بعدی بودم. در 3 تا سوال بودش که البته میتونه ساعت. خب با عرض سلام و تشکر از فرهاد عزیز. ببینید کارنامه آقای اوباما صرفا قطعا اقتصادی نیست. یک رئیس جمهور ضمن که برنامه اقتصادی داره در مجموع استراتژی کشور رو اداره میکنه و کشور رو هدایت میکنه. در نتیجه در خیلی از زمینه‌ها میشود درباره میراث آقای اوباما صحبت کرد. دوره ایشون از یک سو سیاست داخلی و اقتصاد داخلی ایشون عرض کنم رنگ نسبتاً سوسیالیستی داره، به ویژه با طرحی که برای بیمه و بهداشت عمومی پیش آوردن و مورد ولو با تمام مشکلات و موانع طرح شد ولی در درون آمریکا موفقیت و محبوبیت کسب کرد. ایشون دونستن چندین ده میلیون نفر رو وارد سیستم بیمه بکنند و برای اون اکثریت عرض کنم نظام بهداشتی مشمول بیمه فراهم بکنند. این یکی از موفق ترین کارهای اقتصادیشون در داخل و در سطح بین المللی ایشون در دوره‌ای زندگی کرد که آمریکا در واقع با چرخش استراتژیک روبروست، به این معنی که توجه یا وزن مخصوص آمریکا از خاورمیانه به سوی کشورهای آسیایی و آسیای شرقی برمیگرده. یعنی یکی از عوامل مهم این قضیه عرض کنم مشکلاتی است که آمریکا در خاورمیانه دچارش شد، از آقایون بوش به ارث برد، ماجرای عراق رو، ماجرای یمن رو، ماجرای سوریه رو، و از طرف دیگه کم شدن اهمیت این منطقه به لحاظ تولید انرژی که برای آمریکا همیشه داشت، و چون جایگزین‌های انرژی در درون آمریکا، در نزدیکی آمریکا، در کانادا و جاهای دیگر پدید اومدند و آمریکا این بستگی وابستگی به انرژی رو کمتر احساس کرد. به این ترتیب چرخشی در این زمینه به تدریج به وجود اومده که آقای اوباما اجرا کننده اون بود. دنباله عرض کنم بیرون بردن نیروهای خود از عراق و سعی کردن به این که در ماجرای سوریه مستقیما درگیر نشود، علارغم تمام گرفتاری هایی که در اون زمینه پدید اومد، علارغم این که مثلا متهم شد به این که وزن سیاست آمریکا و اهمیت ریاست جمهوری رو در این کشورها تقلیل داده، به خاطر اینکه وقتی اعلام کرد که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز ماست، اونا برای سنجیدن قضیه چون دستشون معیارهایی وجود داره، ببیشه همکاران سوریه یعنی روسیه، اینا برای اینکه عصب آمریکا رو بسنجند عملا دست گذاشتن روی همون سلاح شیمیایی و آمریکا وقتی به اون مسئله رسید آقای اوباما جلو نرفت. به این ترتیب این موارد یه مقدار سرشکستگی برای سیاست آمریکا پدید آورد. با وجود این آمریکا مصمم بود که
از خاور میانه به تدریج پاشو بکشه بیرون و سیاست خودشو متمرکز بکنه در طرف آسیا و شرق آسیا. کشورهای بزرگ اون منطقه، بزرگترینش چین، که با رشد و قویتر شدن چین مسائل استراتژیک جدیدی در اون منطقه به وجود میاد. یعنی چین به صورت بی سر و صدا در حال گستراندن حوزه نفوذ و حتی گسترش دادن مرزهای خوده روی آبها، روی عرض کنم اقیانوس. در واقع مرزهای زیادی رو که حوزه عمل کشورهای کوچکی نظیر فیلیپین، ویتنام و مالزی است، اینا رو محترم نمیشماره و اونها رو در واقع مال خود میدونه. با این مال خود دونستن رو معمولا با ارسال بحریه بسیار قوی به اعزام نیروهای قوی در اون منطقه اجرا میکنه و آمریکا ناگزیر است که در اونجا به عنوان یک پاد نیرو حضور داشته باشه، به طوری که همین روزها آمریکا دوباره برمیگردد به سواحل فیلیپین و در اونجا استحکاماتی رو پدید میاره و اون کشورهایی که حدود 20 سال پیش خوشحال بودن از اینکه آمریکا اونجا رو ترک کرد و رفت، امروز با آمریکا وارد قراردادهای متقابل دفاعی میشن، به این معنی که چتر دفاعی آمریکا رو احتیاج دارن برای اینکه جلوی زیاده طلبی های چین رو بگیرن. به این ترتیب آمریکا توجهش به اون جانب معطوف شده و به تدریج گرفتاری عرض کنم خود رو در خاورمیانه کم میکنه و سعی میکنه که در تمامی این درگیری ها شرکای دیگر رو هم پیدا بکنه، یعنی کشورهای اروپایی رو هم وارد بکنه به قضیه، کشورهای غیر اروپایی رو هم. یعنی هر جا وارد میشه به عنوان، درست است که عمل کننده عمدتا خود آمریکاست، ولی به عنوان جزوی از ائتلاف بزرگتر مثلا 27 کشور وارد میشه و هر کشور در اونجا به صورت سمبولیک حضوری دارن، 4 تا هواپیما میفرستن و در اون آرایش نظامی شرکت میکنن، در حالی که عمل هدایت رو انجام دادن یعنی پیاده کردن نیرو رو خود آمریکا انجام میده. این پروسه ایست که آغاز شده و به نظر میرسد که ادامه خواهد داد، یعنی محدود به انتخاب رئیس جمهور هم نیست، بلکه استراتژی در سطحی بالاتر از این تعیین میشود و در دوره آقای اوباما گرایش هایی به محلی شدن یعنی بسته شدن سیاست آمریکا هم دیده شد. آمریکا میدونید تا اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 نیروی بسته بود، یعنی وارد جهان نشده بود و به زور تونستند این رو وارد جهان بکنند. یعنی جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی اینا شکایی بودن که آمریکا را به درون جریانات کشوندن، ولی آمریکا هم از نظر تجارت محدود بود، هم از نظر دخالت‌های نظامی اینا حضوری در دنیا نداشت، ولی بعد از اون که وارد شد، به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی، به ویژه وقتی نظام پولی بین‌المللی برتن وودز با پول آمریکا قوام گرفت و بانک جهانی در واقع به سرکردگی به هدایت آمریکا و نهادهای نظیر IMF اینا زیر قدرت اقتصادی آمریکا پا گرفتند، عرض کنم از اون به بعد آمریکا تبدیل شد به یک نیروی جهانی و در جهان، در سطح جهان عمل کرده. منتها این مسئله در دوره آقای اوباما عملا جمع شده، انقباض پیدا کرده و احتمال می رود که بعد از اوباما نیز این قضیه ادامه پیدا بکنه. به هر حال اگر مسئله مشخصی باشه در این زمینه توضیح بیشتری عرض میکنم، فکر میکنم که در این وقت محدود به این اندازه قناعت کنم در پاسخ این سوال. سپاسگزارم جناب آقای دکتر. آقای دکتر منصور، درباره این مقایسه‌ای که به عمل آورده اید میان حقوق بشر جهانی و اعلامیه قاهره که در فصلنامه رهاورد منعکس شده، اگر ممکن است برای شنوندگان ما شمعی بفرمایید که آگاهی پیدا کنند.
قطعا قربان، بهترین توضیح در واقع خوندن مقاله است، برای اینکه من در اونجا سعی کردم که هیچ نکته ای رو نندازم و برای اینکه چیز رو نندازم تا بعد مورد گله و مورد دبه قرار نگیره، از کنم تمامی مواد اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه قاهره رو ذکر کردم که نگن که نخیر فلان فلان نکته اونجا بود و اینجا گفته نشده. عرض کنم جان کلام این است، ببینید شبیه سازی یکی از مواردی است که اسلامگرایان انجام میدن، یعنی قبل از آنی که ماجرای حکومت اسلامی در ایران پدید بیاد، ما به عنوان نوجوانان و جوانان با کتاب‌ها و ادعاهای بزرگی روبرو بودیم که نه فقط در سطح ایران بلکه در سطح بسیاری از کشورهای جهان، کشورهای مسلمان جهان عرض کنم، پخش می‌شد. مثلا اینا مدعی بودن که بهترین حقوق بشر در اسلام است، اینا مدعی بودن که بهترین مدارا، من یادم تا حدود 20 سالم بود کتابی رو خوندم از یک مفتی مسلمان که در پاسخ گرد همایی اصحاب حقوق بشر در یکی از کشورهای عربی، فکر کنم مراکش بود کجا، مقاله ای نوشته بود، بسیار خوشم اومد از اون مقاله اون روزا. عنوان مقاله این بود که حقوق بشر یا مدارا در اسلام است نه در بهمدون. بهمدون اون شهری بود که این گردهمایی اونجا انجام گرفته بود و ادعاهای بسیار بزرگ که نابترین و بهترین و خالصترین و عالیترین و والاترین و مکرمترین و حقوق بشر در اسلام است. این ادعاها همیشه بود. عرض کنم اسلامگرایان ایران که چه بسا معصومانه به این ادعاها دامن می زدن. شما تمام نوشته های مرحوم بازرگان رو عرض کنم و دوستان ایشون رو در جنبه های مختلف اسلام و علم امروز ملاحظه بفرمایید، ایشون حدود 20 جزوه کتاب نوشته. تمامی اینها رو اون روز ادعا این بود که بهترین اشکال تمدن، بهترین اشکال عرض کنم زندگی، آزادی، سرفرازی، پیشرفت، علم، تمیزی همه در اسلام است. اونای دیگه که اینا رو غالبا از اسلام دزدیدند، اقتباس کردند و به صورت ناقص هم بردن. در نتیجه شما همون زمان انتشاراتی بود در پاکستان به نام انتشارات اشرف که من در سنین 20 سالگی مشتری دائم اونا بودم. اونا در حدود 180 جلد کتاب چاپ کرده بودند به زبان انگلیسی. عناوین کتاب ها عبارت بود از حقوق بشر در اسلام، زن در اسلام، کار و کارگر در اسلام، روانشناسی، روانکاوی، فروید از دیدگاه اسلام و تمامی اینها و بیشترم البته به مارکس میپیچیدند، سوسیالیسم و اسلام از نرفا. شما در تمامی این آثار ادعای این رو که اسلام در تمامی زمینه‌ها بهترین شکل زندگی است این رو میدیدید. خب تا زمانی که نمونه‌ش رو شما در ایران تجربه کردید و در جاهای دیگر هم سر برآورد و امروز با این هیولایی به نام اسلامیزم و اسلامگرایی در اون منطقه عرض کنم روبرو هستیم. یکی از این موارد که به شدت مورد ادعای اسلامگرایان بود مسئله حقوق بشر بود که حقوق بشر واقعی درست حسابی در اسلامه نه در دیگران. در نتیجه این کشورها که در قاهره جمع شدند و اعلامیه رو تدوین کردند و تصویب کردند و اون رو به عنوان جایگزین و برتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کردن، بعد از اونم همشون مدعی بودن که سازمان ملل متحد همون اندازه که اعلامیه جهانی رو به رسمیت میشناسه باید اعلامیه حقوق بشر قاهره رو هم به رسمیت بشناسه. به دنبال این ادعاها فشارهای سیاسی و فشارهای مالی فراوان از سوی عربستان سعودی، ایران و دیگران همیشه به کار رفته
برای اینکه بتونن اندیشه رو جا بندازن. در نتیجه برای اینکه جلوی سوء تفاهم گرفته بشه، من این مسئله رو در یکی از دوره های عرض کنم دانشگاه عمدن این زمینه عرض کنم دیپلماسی و حقوق بشر رو یک ترم خودم به عهده گرفتم، به این معنی که چون من مسئول دروس بودم در کنار درس‌های اقتصادی که میگفتم، برای اینکه اجبار بشم برای خوندن تمامی این اسناد عرض کنم یک ترم این تدریس از حقوق بشر رو خودم به عهده گرفتم. در اونجا مجموعه اسناد منتشره از سوی سازمان ملل متحد که در حدود 1800 صفحه اینا میشدن اون روز، اینها رو جمع آوردیم، در حالی که خود اعلامیه جهانی حقوق بشر بیش از 30 ماده نیست، و نیز در کنار اون اعلامیه حقوق بشر اسلامی رو هم برای دانشجویان دادم، گفتم اینا رو بخونید. و یکی از اونام رساله‌ای در اون زمینه نوشت که داستان جالبی داشت، برای من جالب بود و به درس‌های یعنی درس‌های خوبی رو از این قضیه گرفتیم. به هر صورت ببینید، علارام تمام ادعاها، شما کافی است که این اعلامیه رو فقط یک دور بخونید و ببینید که در اونجا هیچ چیزی که با اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل مقایسه باشه یا به اون تنه بزنه وجود نداره. اگر صحبت از آزادی میکند، مشروط به اسلام میکند، مشروط به قوانین اسلامی میکند. مثلا شما در اعلامیه جهانی بشر هر نوع تعرض به جسم و فکر انسان رو ممنوع اعلام میکنید. انسان به لحاظ فکری و جسمی مستقل و خودش مالک فکر خودش، نمیشه تعرض کرد. در حالی در اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته میشود که جسم آدمی محترم است در حدود شرع، یعنی شرع اگر بگوید که این جسم رو مسله کنید، قصاص جاری کنید، انگشتاشو ببرید، پای بچه رو از چپ ببرید، این رو میشود انجام داد. در مورد فکر هم اینطوری، آزادی فکر هر جا سخن از آزادی است مشروط به شرع انور است. و صحبت این است که اگر واقعا شما چنین چیز رو بخواید بنویسید، این رو لابد خواننده رو اونقدر بلیح و بیمایه تصور میکنند که فکر میکنند که اینا رو نخواهد خوند و نمیخونه و نمیدونه. عنایت میکنید، بهتر بود از اول به جای تصویب این اعلامیه جهانی عرض کنم قاهره یک بار بگویند که ما مجری شریعت اسلامی هستیم، همین، و ما معتقدیم شریعت اسلامی با تمام تبعیض‌هایی که توش وجود داره، با تمام قصاص‌هایی که توش وجود داره، با تمام عرض کنم مسله کردن‌ها و شکنجه‌های قانونی، عرض کنم با تعزیراتش، با همین قوانین که در اسلام در جمهوری اسلامی چاپ شده به عنوان قوانین حدود و دیات و عرض کنم تعزیرات و قصاص از این حرفا، شما کافی است رو ببینید و اونجا ببینید که از شرافت انسانی، از کرامت انسانی چیزی باقی نمونده. شما انسان رو در چهارراهات دراز میکنید، به شلاق میزنید و بعد انسانها رو تحت فشار به ابلاغ اندیشه های وادار میکنید که مال خودشون نیست، به انجام خلاف هایی وادار میکنید که از کارم به اعتراف به جرمایی وادار میکنید که واقعا انجام ندادن، شما خودتونم میدونید که این اعترافات ساختگیست. تمامی اینها از این نظر شما در پشت این عبارات معصومانه اعلامیه قاهره در واقع بیان شرع رو میبینید، و این بیان شر رو شما در طول دهه ها و صده ها میتونید از زبان هر آخوندی شنیده باشید. به این ترتیب زدن رنگ اعلامیه جهانی از کنم حرف مفتی است. به دنبال این مسئله از کنم فشارها و تطمیعهایی است که اینها از محافل مختلف از کنم به عمل میارن و به روی ماموران سازمان ملل هم سعی میکنن اونا رو بخرن تا جایی که ممکن باشه، و هم سعی میکنند که اونا رو تهدید کنند که اینها را ما عضو سازمان مللیم، این اندیشه را باید شما موازی اندیشه از کنم حقوق و اعلامیه حقوق بشر
به کار بندازید که عملی نیست، تصویب نمیشه. عملا جلسات معینی از متعددی از سازمان ملل این مسئله مطرح شده و اینا فقط روی خود اعلامیه حقوق بشر و گسترش های آن که به صورت کنوانسیون های مختلف، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون اقتصادی، کنوانسیون اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون مربوط به پناهندگان، کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون عرض کنم حقوق زندانیان، قانون جنگ، تمامی اینها از کنم گسترش هایی هستند از این اعلامیه جهانی حقوق بشر که اون رو به صورت یک مجموعه بسیار ارزندهی که بنده تصور میکنم در واقع سند شرافت بشر هست پدید آوردند و من این رو در اون نوشتم، گفتم و نظرم این است که در هیچ کدام از آثار تاریخی در این چندین هزار سال تمدن بشری حرفایی که اینچنان شرافتمندانه باشد و اینچنان از عظمت اندیشه آدمی نشان بدهد وجود نداره. در نتیجه این هنوز به عنوان یک گوهر بر تارک اندیشه انسان می درخشد و شهامت اون رو نشون میده و بنده باد معتقدم که این اندازه درخشش از اندیشه انسان نتیجه آن است که انسان در یکی از بدترین شرایط تاریخی خود قرار گرفته و اون زشتی و پلیدی رو در دست از کنم نازیسم که انسان رو تبدیل به ابزاری کرد، به انسان رو به کوره های آدم سوزی فرستاد، به انسان رو تحت تبعیض جدا کرد، انواع نژادها رو قائل شد. بعد از این تجربه خونین است که انسان به این اندیشه بزرگ رسیده. به این ترتیب حتی در شرایط عادی امروز چه بسا که انسان اثری به این بزرگی و به این شفافی نتونه تولید بکنه. این جان کلامی است که بنده اونجا، ولی اونجا به طور مشخص نشون دادم که اعلامیه حقوق بشر چگونه انسانی رو پدید میاره و اعلامیه حقوق بشر قاهره چگونه انسانی رو پدید میاره. در واقع اعلامیه حقوق بشر انسان آزاده و سرفراز رو پدید میاره مستقل به خودشه. اعلامیه عرض کنم قاهره انسانی که عبد و عبید و فرمانبر و ترسیده از مقامات باشه اون رو پدید میاره. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای سعید خراسانی فرمودید که در سال 1981 اعلام داشت که اعلامیه جهانی تفسیر عرفی سنت یهودی مسیحی است و با شریعت اسلامی ناسازگار است. بفرمایید که با وجود چنین سخنی دیگر نیازی نیست که دیگران کوشش کنند که اعلامیه اسلامی قاهره رو دفع کنند. بله. آقای سعید رجایی خراسانی. بله بله. میدونی که ایشون سفیر ایران شد در سازمان ملل. بله. برای سالها. عرض کنم. ایشون همکار من بود در دانشگاه تبریز. صحیح. ایشون در دانشگاه تبریز در گروه فلسفه درس میگفت و اونجا به من آشنایی و دوستی از کنم پدید آورده بود، ولی در واقع در دپارتمان فلسفه که تدریس میکردن ایشون دکتراشون رو در انگلستان فکر میکنم در ادینبرا از کنم در فقه اسلامی گذرونده بود. در نتیجه خودش نیمچه آخوند بود در دپارتمان فلسفه. چیزی که نمیدانست و نمیفهمید فلسفه بود، چون فقه خونده بود. این از ماجرای سرکار آمدن اسلامیون استفاده کرد، در نتیجه عرض کنم ریشی رویانید و وارد این جریان ها شد که به زودی هم شد سفیر اینان در اونجا. در نتیجه حرفایی که اون میزنه اون به جای فحش و بد و بیرایی که معمولا آخوند میگه، او اینا رو به اصطلاح رنگ فلسفی میزد.
خب انگلیسی هم بلد بود و انگلیسی در اونجا درس خونده بود. در نتیجه اعلامیه حقوق بشر رو ثمره فرهنگ جودوکرتیان میدونه، یعنی از فرهنگ یهودی مسیحی فراروییده. اگه چنین ببینیم خود اسلام هم از فرهنگ یهودی مسیحی فراروییده. در واقع تمامی ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی از متن یهود برخواستند و اسلام خودش پر است از اینا، یعنی تمام قوانین اجرایی از تورات گرفته شده. به این ترتیب ایشون با بیان این مسئله میخواهند این رو بی‌اعتبار بکنن و بگویند اگر فرهنگ یهودی مسیحی میتواند حقوق بشر ارائه کنه، پس فرهنگ اسلامی هم حق دارد که حقوق بشر خودش رو ارائه کنه. آقای دکتر، این آقای خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، ایشون پس از سخنرانی کوفی انان بار دیگر از سازمان ملل خواستار شد که تجدید نظر بکنه در اصول اعلامیه حقوق بشر. بله بله، همین اصول حقوق بشر شفاف و گوهر یگانه که در کلام شما هم منعکس بود. اینا به جایی رسیدن هستن که یک تغییری پدید بیارن؟ ببینید، در سازمان ملل، خب سازمان کشورهای جهانه و اعضای اونا حق دارن نظرشون رو بگند، عرض کنم حتی بنویسند، و برای جلسات اونا محل اختصاص میدن، براشون جلساتی تشکیل دارن که در اونجا از حقوق بشر خودشون صحبت کنن. ولی این به این معنا نیست که مطالبی که در اونجا مطرح میشه همه مال سازمان ملل، اینا مال کشورهای عضوه. تا چیزی به تایید و تصویب نرس کنم سازمان ملل نرسته باشه، جزء اسناد سازمان بر نمیاد. منشور سازمان به اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب تمامی اعضا از جمله ایران رسیده وقتی که سازمان ملل متحد تشکیل شد، و بعد از اون اینایی که پدید اومدن کشورهای اسلامی، اینا رو بگید خب یکی از اسنادی است که کشورهای اسلامی امضا کننده آنن برای خودشون، ولی هر کدام از اعضای سازمان ملل متعهد هستن به اجرای مصوبات سازمان ملل متحد، و این بهانه ها که ما اندیشه نوع دیگری داریم اجازه نمیدهد. مثلا کشورهای اسلامی همیشه خواستن بگویند که ما اگر شکنجه میکنیم، شکنجه با عنوان تعزیرات، با عنوان نکال، عرض کنم این در شرع ما وجود داره، در نتیجه شما باید ما رو مجاز بکنید برای انجام این کارو. سازمان ملل متحد یا این نمایندگان سازمان که به مأمور نظارت بر اجرای احکام حقوق بشر هستند، اینا ترازوشون، معیارشون اعلامیه جهانی حقوق بشره و چیز دیگری در اونجا وارد نمیشه. و این اصرار این آقایون همیشه عرض کنم به جایی نرسیده جز این که جلسات تشکیل شده، گفتگو شده، ولی اینکه اینا وارده، یعنی باید مورد تمامی قبول تمام اعضای سازمان قرار بگیره و در اونجا تمامی کشورها که اسلامی نیستن رو قبول کنن، تا خیلی از کشورهای اسلامی هم اینها رو در عمل قبول نمی کنن. اینا همه تظاهر به این می کنن که ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو اجرا می کنیم. از این نظر هم برای سازمان ملل متحد اسناد خودش ترازوست، در نتیجه نمایندگان اونها، ماموران این سازمان، کشورها رو در ترازوی اون قوانین مسبب حقوق بشر سازمان ملل متحد میسنجن، ولو که اون کشور اسلامی باشه و بگه که من به اعلامیه جهانی، به اعلامیه اسلامی از کنم حقوق بشر متحدن. های دکتر منصور، در اقتصاد مقاومتی که رهبر بارها پیشنهاد کرده، مسئولیت خودش چیست؟ تا اونجا که ما میدونیم تمام سازمان‌ها و بنیادهایی که زیر نظر اوست از دادن مالیات معاف هستند. افزون بر 50 شرکت و مؤسسه و بنگاه اقتصادی در زیر مجموعه استان قدس فعالند.
دایره فعالیت این تنها غول اقتصادی از نساجی تا صنایع غذایی، از معدن تا کامباین سازی، از خودروسازی تا فراورده های لبنی، از کارخانه قند تا شرکت نفت و گاز و از مؤسسه های اعتباری و کارگزاری تا دامپروری و ساخت و ساز مسکن رو در بر میگیره. این مجموعه عریض و طویل در کنار درآمد موقوفات و نیز درآمدهای ناشی از زائران ایرانی و خارجی که آید آستان قدس رضوی و زیر مجموعه های توریستی و سیاحتی آن می شود ارقام نجومی می آفرینند. اینها چرا مالیات پرداخت نمی کنند و مسئولیت رهبری در این باب چیست که چنان پیشنهادی داده؟ ببینید، این داستان بسیار متولی است. یعنی در قانون اساسی اینا در واقع موقوفات رو و نیز بنیادهایی که اون روز بنیاد پهلوی بود، عرض کنم که البته بنیاد پهلوی رو پادشاه ایران هبه کرده بود به مردم ایران، بخشیده بود به مردم ایران، عرض کنم اینها رو بنیادها و نهادهای اسلامی اعلام کردن که زیر نظر رهبری قرار بگیره. اون روز بنیاد مستضعفان بود، اون وقت بنیاد شهید پدید اومد و بعد بنیادهای رنگ با رنگ به چندین ده رسید. هر کدوم از اینا در حوزه فعال بودن. همین در زمان حیات آقای خمینی ایشون اعلام کرد که میشنوم که این بنیاد مستضعفان به بنیاد مستکبران تبدیل شده است. هنوز اول کار بود، ولی از همون آغاز اینها بزرگ شدن و حسابم به دولت پس ندادند. این ستاد اجرایی فرمان امام یکی از این است. در مجموع تخمین زده می شود، برآورد می شود که حدود 30-40% تولید ناخالص ملی زیر نگین این نهادها و بنیادها و سازمانهای انقلاب اسلامی است که زیر نظر رهبری است. بارها اقدام شده است، صحبت شده است که این سازمانها مثل هر شرکتی به حسابشون به دولت اعلام کنند و درآمدهای خودشون رو برای مالیات ابلاغ بکنند، ولی اینها معافیت دارند و اونجایی که حتی سخن به اصطلاح لیپ سرویس رسیده، یعنی اینکه چیزایی بگن که بعد عمل نکنند. مقام رهبری بارها تا کنون در سخنرانیشون گفتن که البته این سازمان ها باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت بکنن، ولی این در صورتی است که شما اولا حساب و کتاب اونا رو داشته باشید، ببینید چی خریدن، چی فروختن، از کجا آوردن، به چه قیمت فروخته شد، یعنی درآمد باید معلوم بشه. وانگهی هر جا که به رسیدگی مربوط میشد اونجا عملا رهبر مخالفت کرده. من در مقاله‌ای که به نظرتون رسیده در مورد فساد در اقتصاد ایران نوشتم، در اونجا نقل کردم از قول آقای رفسنجانی وقتی که رئیس مجلس خبرگان، ایشون اونجا اعلام میکنن که وظیفه رسیدگی به درآمدهای رهبری به این مجلس محول شد، ولی وقتی ما خواستیم رسیدگی بکنیم مورد پسند رهبر قرار نگرفت. من به معنا نقل میکنم و ایشون مخالفت کردن و ما تصمیم گرفتیم که رسیدگی به معنای دقیق کلمه انجام ندیم، بلکه این کارو میکنیم که علمای اعلامی که در این مجلس حضور دارند موارد رو نگاه میکنند، هر جا سوالی بود اون سوال رو با رهبر طرح میکنند، ایشان توضیح میداد و مسئله حل میشد. یعنی ملاحظه بفرمید، اون نظارتی که خودشون حواله کردن به یک ارگان زیر نظر خودشون، جلو اون رو هم گرفتند. این در تمامی موارد به صورت مطلق عملی شده و رهبری مخالفت کردن با رسیدگی و اخذ مالیات از این
عرض کنم مجموعه، حجم اینا بسیار بزرگه. فقط آستان قدس رضوی رو ببینید، ثروت و دارایی های آن از چندین ده میلیارد دلار فراتر. یعنی در خراسان شما روابط خارجی خراسان رو ایشون با کشورهای همسایه مستقلا اداره میکرد. آقای واعظ طبسی فرزندان ایشون اداره میکردن، یعنی کشوری بود اینجا مستقل از ایران زیر نظر واعظ طبسی، و خودش هم توضیح و گزارشی به رهبر نمیداد برای اینکه خودش رو اعلم و عرض کنم اتقا و قدیتر از رهبر میدونست. با فوت ایشون در واقع فرصتی بدید اومد که رهبری نشان بدهد که در این مسئله رسیدن به اموال مردم، اموال عمومی، چقدر صمیمیت در میانه. اگر صمیمیت در میان بود، فرصتی بود که با فوت آقای واعظ طبسی ایشون این مجموعه رو در اختیار دولت بگذاره و دولت اینا رو اول به اصطلاح ملی بکنه و بعد خصوصی بکنه، بخش خصوصی واگذار بکنه. به جای این ایشون از اولین فرصت استفاده کردن و این مجموعه بسیار بزرگ، امپراتوری مالی پولی بزرگ رو کشوندن زیر رهبری خودشون و آقای رئیسی رو به ریاست اونجا فرستادن که یکی از کنم مزدوران گوش به فرمان خودش. به این ترتیب تمام اونا رو در اختیار گرفتن. در مورد مسئله مالی فقط یک مثال عرض کنم براتون، یعنی به جای مثال یک دوتا رقم عرض کنم. دولت دستش در تنگناست. برای نشون دادن این تنگنا، وزیر دارایی اعلام کرده است بدهی دولت بالغ شده است به 540 تریلیون تومان. در ایران تریلیون نمیگم، میگم هزار میلیارد. 540 هزار میلیارد تومان این بدهی دولت. شما اینا با کل بودجه دولت مقایسه کنید، 267 تریلیون تومان کل بودجه است، بدهی دولت 540، بیش از دو برابر اونه. پس دولت ورشکسته است. درآمدی که میخواهد در طی همین امسال در بودجه 95 دولت به دست بیاره از محل نفت 66 هزار میلیارد تومان دولت حساب کرده درآمد حاصل خواهد کرد. حالا عملی میشه نمیشه بحث دیگری. بودجه میگوید 66 هزار میلیارد تومان از رهگذر درآمد نفت. خب بقیه کجا؟ حدود 201 هزار میلیارد تومان باقی میمونه. از اون 85 هزار میلیارد تومان مالیات میخواد بگیره. مالیات از یک اقتصاد در رکود کار بسیار مشکلیه. تاریخ هم نشون داده که معمولا مالیات های تعیین شده وصول نمیشوند، ولی ما فرض کنیم که دوباره این رم گرفتن، مشکلی از دولت حل نخواهد کرد. شما وقتی مقایسه میفرمایید که مجموع مالیاتی که میخواهند از کسبه و کارمندان و بخش خصوصی بگیرند 85 هزار میلیارد تومانه، در حالی که در همین زمان مالیاتی که نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی پرداختن فقط 23 میلیارد تومان. 23 میلیارد تومان رو مقایسه بفرمایید با 85 هزار میلیارد تومان. یعنی این نهادهای بزرگی که از نفت و گاز و سدسازی و عرض کنم لوله کشی و تمام سدسازی های بزرگ اینا رو به عهده داره، عملا مالیاتی به دولت نمیپردازه. آقای دکتر، این اقتصاد مقاومتی آیا دولت روحانی زیر بارش رفته یا نه؟ چون با اندیشه های اقتصادی دولت مرافقت و موافقتی نداره. درست میگم؟ بله درست میفرمایید، ولیش اینه، وقتی در یک کشور استبداد زده رهبر از اون بالا نکته رو میگه، دیگران راه میفتند، بهبه و چهچه و همه تظاهر میکنن که اونو دارن اجرا میکنن. نمونه این رو از قلم خانم آنا آرنت اعلام بکنم در زمینه ای در مورد استالین. استالین یه وقت فرمود که بیکاری پدیده جامعه سرمایه‌داری است، در سوسیالیسم بیکاری وجود نداره.
روزی که ایشون اینو فرمودند از فرداش دستگاهایی که به بیکاران حقوق میدادن پرداخت حقوق رو قطع کردن. گفتن رهبر فرمودن بیکار وجود نداره، در نتیجه به بیکاری که وجود نداره نمیشه حقوق داد. خب و بعدها ایشون وقتی بیکاری پدید میومد، چون اصولا بیکار در جامعه سوسیالیستی وجود نداره، به گفته ی هانا آرنت این بیکارا رو اعدام میکردن. توجه میکنید؟ در نتیجه ایشون وقتی اعلام میکرد که سال آینده فلان منطقه در باکو باید تولید پنبه رو 50% افزایش بده، چون اینا میدونستن که تولید 50% نمیشه افزایش داد، 5%، 2%، 4% عملی است، 50% نمیشه. وقتی چنین حکمی اعلام میشد، پلیس محل شروع میکرد به ثبت نام کسانی که باید اعدام بشوند. این منطقی است که در یک نظام استبدادی دیکتاتوری عمل میکنه. در ایران وقتی که آقای رهبر این موارد رو فرمودن، حساب مقاومتی، خب بهبه و چهچه رو افتاده، خیلی هم افتادن به میدون. حوزه علمیه چندین تفسیر نوشته به این اقتصاد مقاومتی، دیگران هم شروع کردن مقاله نوشتن. از خانم اقتصاددان، غیر اقتصاددان، مدیران میانی شروع کردن به تهیه گزارش که ما داریم اقتصاد مقاومتی رو پیاده میکنیم، سمینار تشکیل دادن، جلسه تشکیل دادن به علاقه. خب این اون هایهویست که در اونجا میگذره. دولت در میان چیکار کرده؟ دولت اعلام کرده که ما یک ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی پدید آوردیم. یعنی دولت نمیخواد بگه ما این اجرا نمیکنیم، میخواد بگه اتفاقا کاری که ما میکنیم اقتصاد مقاومتی است. برای اینکه مقوله گنگه، خیلی هاشون حرفای کلی است، در نتیجه هر کسی میتونه تعبیر خودش رو بده. آخرین نمونه رو عرض بکنم، نمونه مشخص رو. در میان کشورهای جهان، کشور کره جنوبی از سوی IMF یعنی صندوق بین‌المللی پول مورد تشویق قرار گرفت برای اینکه اقتصادش مقاومه. پس ببینید که در دنیا این مقوله چگونه مطرح میشه. چرا اقتصاد کره جنوبی رو مقاوم تشخیص دادند؟ برای اینکه در 1990 که آسیای شرقی دچار بحران شد، بحران مالی تمام کشورها رو درنوردید، این کشور به علت اینکه هم منابع مالی داشت و هم بدهی دولت بسیار اندک بود، تونست منابع مالی رو بسیج کنه و از 1990 تا به امروز تولید ملی رو 3 برابر افزایش بده. یکی از معجزات رشد رو در تاریخ بشر به ثبت رسوند. این نمونه اقتصاد مقاومتی است. در ایران مالیه دولت عرض کردم که دولتی است عملا ورشکسته، منابع مالی وجود نداره. منظور از اقتصاد مقاومتی چیه؟ خود ایشون هم در مطالبی که بیان فرمودند دچار تناقضات فراوان شدند. من مطلبی در زمینه اقتصاد مقاومتی در دست تدوین دارم که به صورت دقت به تمام موارد اون بپردازم، مطلب رو می‌نویسم. ولی به هر صورت تا کنون دولت خب لیپ سرویس داده، گفته که ما در صدد اجرای منویات رهبر بزرگمون هستیم و اقتصاد مقاومتی رو اجرا میکنیم. کسی نگفته اجرا نمیکنن، ولی عملا کاش به طور مشخص میفرمودن چیکار بکنید که اقتصاد مقاومتی بشه با این گرفتاری ها. سوال های زیادی مطرحه. ببینید این اندیشه 2.5 سال تر شده، اندکی کمتر از 2.5 سال مطرح شده. طی اون 8 سالی که آقای احمدی نژاد و دولتشون مشغول تبهکاری بودند، همین واضع اقتصاد مقاومتی یک کلام در انتقاد ازشون سخن نگفتن، بلکه آنچنان تاییدهایی کردن که ما شاخ در آورد. در یکی از بیاناتشون که در حضور احمدی نژاد است میگوید که آقای دکتر احمدی نژاد، شما با چنان سرعت و شدتی کار میکنید که من نگرانم دیگران به پای شما نرسند. بله عنایت میکنید. این تعریف ها رو اون روز میکردن، امروز انگار که تازه از راه رسیدن و یه مرتبه اقتصاد مقاومتی رو کشف کردن. آقای دکتر منصور،
بفرمایید در این دقایق آخر این ماجرای برجام دو و برجام سه چیه که رهبر مرتب اونو میکوبه؟ ببینید این برجام سه بر برجام چهار رو برای لوس کردن مطلب میگه. ماجرا اینجوری مطرح شده. برجامی که میشناسیم چی هست؟ برجام دو رو در پیام نوروزی آقای روحانی عنوان کردن. منظورش اینم این اندیشه از سوی مشاوران اقتصادی ایشون مطرح شده. ایشون گفتند، مشاوران اقتصادی آقای دکتر نیلی گفتند که ما به همون اندازه وفاق که در مسئله برجام رسیدیم، او اندازه وفاق و همفکری و همکاری رو در زمینه حل مسائل داخل نیاز داریم. اگر چنین وفاقی به دست نیاد، این مشکلات رو نمیشود حل کرد. یعنی برای مصاحبه‌ای هم بسیار دقیق توضیح دادن که ایران در سر دوراهی است. از این دوراهی یا از این وضع موجود بسیار بسیار بدتر خواهیم شد، چه تبدیل میشویم به فاجعه رشد، یا از این وضعیت بسیار بسیار بهتر خواهیم شد که تبدیل میشویم به معجزه رشد. و این بستگی داره که چقدر تفاهم بتونیم اجرا بکنیم. و من در عرض کنم مطالبی که قبلا نوشتم چاپ شده در این زمینه، یعنی درباره برنامه‌ای که دولت اعلام کرده بود نوشتم، اونجا دست به این مسائل گذاشتم که برای اینکه مسائل داخلی حل بشه چه اقداماتی لازمه. یعنی اگر رهبری موافقت نکنند که این بخش زیر نگین اونها به تدریج در اختیار دولت قرار بگیره و به بخش خصوصی منتقل بشه، مسائل اقتصاد به ویژه مسئله رکود در ایران قابل حل نیست. خب دولت در اینجا میخواهد بگوید که رهبری باید با ما موافقت کنند تا ما بتونیم مسئله را حل کنیم. ایشون از برجام دو صحبت کردن. برجام یک برجام خارجی است، برجام دو وفاق در داخله. و آقای رهبر برای اینکه لوس کنن از برجام سه برجام چهار سخن بردن و گفتن که اینها رو اینا میخواهند که از طریق نخبگان سرزبون مردم بندازن و مسئله رو گمراه کنن که ما بتونیم زندگی کنیم. و نکته جالبی فرمودند که اینها با این برجام بازیشون، که این برجام بازی اصطلاح بنده است، میخواهند که ما از برجستگی هایی که نظام اسلامی به ما داده منصرف بشیم. نقل به معنا میکنم، این برجستگی ها منظورشون خیلی روشنه. منظورش این است که مایی که تونستیم این بنیاد و نهاد انقلاب اسلامی رو با میلیاردها، ده ها میلیارد ثروت، صدها میلیارد دلار ثروت در اختیار گرفتیم، وقتی به اونا توجه میشه و دولت میگه بخشی از این رو باید آزاد کنی تا با بتونیم اداره کنیم مملکت رو، اونجا این برجستگی ها از میان میره. داستان اینه، والا دولت از برجام سه چهار صحبت نکرد. آقای دکتر سخن بسیار است ولی زمان کوتاه. خیلی ممنونم ازتون، خسته شدین. خیلی ممنون. این به حال روشنگری ها برای هم میهنان ما بسیار بسیار ضروری است. برای بنده که خواهش می‌کنم، نظر لطف دارید. سپاسگزارم. من باید متشکر باشم از بینندگان عزیز که توجهشون رو عرض کنم معطوف برنامه کردن. امیدوارم خسته نکرده باشم. خواهش می‌کنم آقای دکتر. خیلی ممنون از شما، موفق باشید. سپاسگزارم.